برهمگی، ایمان هستم از کانال اسرار ماورا. در این ویدیو در مورد قدرت تمرکز و تمریناتش صحبت میکنم. با انجام تمرینات این آموزش تمرکز شما تقویت میشه و اگر تمرینات آموزش تغییر باور هم انجام بدین میتونین به راحتی روی شیشه یا زغال راه برین و سوزنی رو در بدن خودتون فرو کنین بدون اینکه احساس درد کنین. ما برای انجام هر کاری به تمرکز نیاز داریم. بعضی کارا تمرکز بیشتر میخوان و بعضی ها کمتر. اما تمرکز چیه؟ هر وقت ذهن شما روی موضوعی توقف میکنه و از اون موضوع منحرف نمیشه به تمرکز رسیده. در این حالت ذهنتون به افکار غیر مرتبط با اون موضوع بیتوجه میشه. هر چقدر تمرکز شدیدتر باشه حواس غیر مرتبط غیر فعالتر میشن. به همین خاطر یک فرد در حالت تمرکز شدید درد رو احساس نمیکنه. یه روز استادی شاگردانش رو جمع میکنه و ازشون میخواد که به نوبت کمانی رو در دست بگیرن و به سمت چشمان پرندهی که روی شاخه درخت نشسته بوده هدف بگیرن. همین که شاگرد کمان رو میکشید استاد ازش میپرسید که چه چیزی میبینی؟ شاگرد هم پاسخ میداد درخت، پرنده، و استاد میگفت کمان رو زمین بذار و نوبت به شاگرد بعدی میرسید. اونم همین رو میگفت تا اینکه نوبت به یکی از شاگردان رسید و در پاسخ به سوال استاد گفتش که من به جز چشم پرنده هیچ چیزی نمیبینم، این کل چیزی است که میبینم. اون شخص تونسته بود تمام فعالیت ذهنیشو روی نقطه‌ای که استاد گفته بود متمرکز کنه. ولی چطور به تمرکز برسیم و تقویتش کنیم؟ یکی از تمرینات خوب تمرکز خود هیپنوتیزم هستش. کسی که در خود هیپنوتیزم پیشرفت میکنه در تمرکز هم پیشرفت کرده. راه‌های مختلفی برای ایجاد تمرکز وجود داره. بعضیا با گفتن مانترا یا ذکر، دیدن تصاویر، نمادها یا حتی روی یک ایده تمرکز میکنن. موضوع انتخابی هر چیزی که باشه باید بتونه ذهن شما رو مجذوب خودش کنه. بنابراین یک روش برای همه توصیه نمیشه. هر کسی باید ببینه چه روشی براش مفیدتر و موثرتر هستش. ذهن ما باید طوری تربیت بشه که در مواقع لزوم بتونیم فوراً تمرکز مورد نیاز رو اجرا کنیم و ذهنمون رو به هر سویی که لازمه حرکت بدیم. ریشه تمام موفقیت‌های ذهنی بستگی به تمرکز شما داره. تمرکز فقط نشستن و بستن چشم‌ها نیست. تمرکز باید موضوع و هدف مشخصی داشته باشه. این موضوع نباید نامفهوم و غیر ملموس باشه. با تمرکز به تدریج میتونیم در اعماق ذهن و آگاهی نفوذ کنیم. در تمریناتی که انجام میدین باید به نتیجه کار باور داشته باشین و بدونین که حتما با تکرار و تمرین به هدفتون میرسین. در انجام تمرینات حتما باید نظم داشته باشین و تا رسیدن به نتیجه مطلوب تمرینات رو ادامه بدین. تمرین نامنظم و تفننی مثل این میمونه که یه گام به جلو بردارین و بعد 6 گام به عقب برگردین. در این صورت به هدفی که در 3 قدمی شماست نمیرسین. نهایت پیشرفت در تمرکز وقتی هستش که تفاوتی بین تجارب بیرونی و درونی در شما وجود نداشته باشه. در این حالت تصویر ذهنی با واقعیت یکی میشه. شیوه کلی تجسم. یک چیز درونی یا بیرونی انتخاب کنین. موضوع انتخابی باید توجه شما رو به خودش جلب کنه بدون اینکه از ابتدا نیاز به کوشش فراوانی باشه. سپس تا جایی که میتونین روی اون چیز تمرکز کنین به این شکل که توجه خودتون رو معطوف اون کنین. در حین تمرکز ممکنه که فشارهای روانی و تخیلات برای شما ایجاد مشکل کنن. باید نسبت به اینها بی‌تفاوت باشین و به تمرین ادامه بدین. وابستگی‌های اجتماعی هم ممکنه مانع پیشرفت شما بشه. برای همین اگه خیلی میخواییم پیشرفت کنین باید نیازهای اجتماعیتون رو کم کنین. عجله و شتاب نداشته باشین و قبل از تمرین غذای سنگین و دیر هضم نخورین. یکی از نشانهای پیشرفت در تمرکز بالا رفتن فوق‌العاده حساسیت در حواس پنجگانه هستش. یکی از تمرینات تمرکزی خیره شدن به یک نقطه یا تراتاکا هستش. این تمرین به دو صورت درونی و بیرونی انجام میشه. یعنی موضوع تمرکز درونی یا بیرونی است. در تراتاکای بیرونی میتونین یه نقطه خارجی رو در نظر بگیرین. این نقطه میتونه هر چیزی باشه، مثل نقطه سیاه یا شعله شمع. در تراتاکای درونی باید چشمانتون رو ببندین و روی یک نقطه درونی مثل محل چشم سوم تمرکز کنین. تمرین اول، پشت دستتون رو به صورت افقی
جلوی صورتتون بگیرین و به ناخن انگشت کوچیک خیره بشین و به طور ثابت بهش نگاه کنین. دستتون رو حرکت ندین. کم کم حواستون متمرکز میشن و زمانی که احساس کردین دارین به تمرکز میرسین، چشمانتون رو ببندین. با چشمان بسته هنوز تمرکزتون رو روی ناخن انگشت کوچک نگه دارین. اگر از بالای چشماتون نوری حس کردین، توجه و تمرکزتون رو ببرین سمت اون نور و روی همون نور تمرکز کنین. اگر موفق به دیدن نور نشدین، باید تمرین رو در روزهای بعد همینطور ادامه بدین. تمرین دوم، مراقبه بی حرکتی. در این تمرین باید بی حرکت باشین و برای مدتی موقعیت بدن رو کاملا بی حرکت نگه دارین. وقتی بدن بی حرکت باشه، کم کم ذهن هم از بی حرکتی بدن پیروی میکنه. تمرین رو از 5 دقیقه شروع کنین، به مرور مدت زمانش رو طولانی تر کنین. توی این مراقبه هیچ حرکت اضافه نباید انجام بدین. به همین خاطر در روزهای اول باید مدت تمرین رو کوتاه در نظر بگیرین تا از عهده انجامش بر بیاین. برای شروع تمرین در وضعیتی قرار بگیرین که احساس کنین کاملا راحتی. سعی کنین در حالتی باشین که در طول تمرین نیازی به حرکت و تغییر وضعیت بدن نداشته باشین. ستون فقرات و گردن در حالت صاف و راحت باشه. چشما رو ببندین و از راه بینی نفس بکشین. به تنفس خودتون آگاه بشین. تنفس باید آهسته و عمیق باشه. از موقعیت بدن آگاه بشین. با چشمای بسته وضعیت بدن رو تصور کنین. هر حالتی که در شما ایجاد شد، مثل احساس خارش، گرما، سرما، اجازه ندین که این حالات وضعیت بدنی و تمرکزتون رو به هم بزنه. فقط اونا رو حس کنین، احساسی گذرا. بدن شما توی این تمرین، مخصوصا در زمانهای طولانی، ممکنه مثل سنگ سفت و محکم بشه. این سفتی و سختی رو احساس کنین. حالت وانهاده و رهایی باید در شما ایجاد بشه. یکی از نشانه‌های موفقیت در تمرین، احساس سبک شدن بدن و جمع شدن انرژی در قسمت‌های پایینی بدن از پا تا کمر هستش. اگه اینطور شد، یعنی در مسیر درست هستی. برای خاتمه دادن به تمرین، کم کم به وضعیت طبیعی برگردین، چشمان رو باز کنین و بدنتون رو حرکت بدین. هر دو تمرین رو سعی کنین در هفته حداقل 2 بار انجامش بدین. هر سوالی که دارین در بخش کامنت های یوتیوب اسرار ماورا بپرسید.